بافتنش آسان نیست، سخت است، اما استاد عبدالله نوری حجیجی خوب از پس آن برمی آید. الحمدلله پیش خلیمه فرفر راضی انا خوان ابروش جل عادو جسمانیش موتان زنده باسد. گیوه هورامی یا به اصطلاح محلی کلاش می بافد. تقریب واجو پنجا زیادتری شو کلاش نمهنی ایچی شارازینه انا فقل نوچب یعنی هجیج چیر کلاش. در این منطقه کوهستانی هر خانه یک بافنده دارد. سلام علیکم. سنت قدیمیه، درآمد عالیه، اونم خرج خانواده هستیم دیگه. اما از چند سال پیش کارآفرین کرمانشاهی این پایپوش راحت، مقاوم و سبک را مشتری پسند و به روز تولید میکند. امروز چند تا تولیدی داشتیم؟ امروز 30 جور تولید داشتیم. تخصص خاصی دارن این منطقه. از این ظرفیت استفاده کردیم که تولیدمون رو چندین برابر کنیم. خانم سمیه عظیمی به همراه همسرش ایده فروش آنلاین صنایع دستی را به پارک علم و فناوری کرمانشاه داده. گیوه رو از حالت سنتی خارج کردیم و به حالت مدرن و امروزی که عامه پسند باشه رسوندیم. تولید کنندگان این واحد دانش بنیان گیوه را به صورت کفش، صندل، پاشنه‌دار و پوتین با رنگ و طرح مشتری می بافند. این پوتینا رو همون مدل گیوه هاست، منتهی این دیگه جدیدترین کارشه. بیشتر شغلا به خاطر کرونا تعطیل شده ولی کار ما خدا رو شکر رونق داره. بعد از بافت گیوه ها نوبت به طراحی میرسد. طراحی سنتی منطقه کردنشین، طراحی گلونی، طراحی مثلا بختیاری، گلای مختلف میزنیم. این خیلی در هم شناسایی خود شهر کرمانشاه موثر بود، هم در شناسایی هنرای ما. سبک فروش این گروه هم متفاوت است. چون بر بستر اینترنت هست، مشتری داریم از آمریکا، آلمان، فرانسه، کشورهای حوزه خلیج فارس. همکنون 4000 نفر در استان کرمانشاه با فعالیت گیوه بافی بیشترین میزان صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص دادند. ما با حمایت از پشتیبانانی که شناسایی کردیم توانستیم افراد قابل توجهی رو در این بخش وارد فرایند توانمندسازی و نهایتاً اتصال به بازار بکنیم. طراحی و دوخت این پای ابزار به نحوی است که هیچ وقت لنگه به لنگه نمی شود و پای چپ و راست هم ندارد. پریسا پانیاز، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.